با سلام، قراره در این قسمت راجع به سنگ قیمتی آزرقش یا همون سنگ رعد و برق صحبت کنیم. سنگ آزرقشی یا همون سنگ رعد و برق جز سنگهای قیمتی هست، نسبتاً هم کمیاب هست. حالا چرا بهش میگن سنگ آزرقشی یا سنگ رعد و برق؟ دلیلش این هست که گاهی وقتا شنهای بیابون یا بعضی از شنهای کنار دریا به وسیله رعد و برق زوب میشه. یعنی گرمایی که رعد و برق موقع برخورد به این شنها ایجاد میکنه باعث زوب شدن اون شنها میشه. و وقتی این شنها سرد میشه تبدیل به یک نوع شیشه میشه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا ما نمونه های از سنگ آزرخش رو اینجا نداریم دلیلش اینه که سنگ کمیابی هست نسبتا کمیابه و ما تا حالا موفق نشدیم ازش پیدا کنیم البته یک دلیل دیگه هم داره که جلوتر میگی. خب پس با توجه به این توضیحات چه نوع شنی احتمال این که داخلش سنگ آزرخشی رو پیدا کنید بیشتره یعنی چه نوع شنهایی پس از یک جستجوی خوب میتونید داخلش سنگ رعد و برقی و آزرخشی رو اکتشاف کنید، کشف کنید. اول از همین رو بگم که همونجور که اول ویدیو گفتم، یکی از بهترین جاها، یکی از جاهای خوب برای به وجود اومدن سنگ آزرخشی و پیدا کردن سنگ رعد و برق یا همون سنگ قیمتی آزرخش، کویر لوت هست. چون در کویر لوت جنس شنها از سیلیس و سیلیکات هست، یعنی شما اگر یک مشت از شنهای کویر رو در دست بگیرید و با ذربین به اون نگاه کنید ذرات ریز کوارتز رو به فراوانی درون این شن میبینید که ذرات ریز کوارتز شبیه به یک جور شیشه رنگ خورده به خصوص گرد شده میمونه که ببینیدش راحت تشخیصش میدید شکل تابلو و واضحی داره که اگر رفتید کویر لوت و این شن رو دیدید که ذرات کوارتز داخلش زیاد بود یعنی شن خوبی هست و بعد از برخورد رد و برق سنگ ملاویت میتونه ساخته بشه شن خوبی برای تشکیل ملاویت هست اما در سواحل دریای شمال دریای خزر و کاسپین یا کاسپین که در اون سواحل شما شنها رو اگر یک مشت از اون شنها رو وردارید خیلی از مواقع اینجور هست و با ذربین به اون شن نگاه کنید میبینید که از ذرات ریز صدف تشکیل شده شنهایی که از پوسته های صدف به وجود اومده به درد سنگ ملداویت نمیخوره چون نقطه زوب پوسته های آهکی پوسته های صدفی بالا هست نقطه زوبش خیلی بالا هست و بعد از برخورد رد و بق داغ میشه ولی ذوب نمیشه تازه اگر هم بشه سنگ قیمتی ازش به وجود نمیاد پس جاهایی رو بگردید پس اول از همه در هر جستجویی که در شنهای بیابون رودخانه ها شنهای رودخانه ای و دریاچه ای و ساحلی میخواین انجام بدید اول یک مشت از اون شن رو بردارید و با ذره به ذرات اون نگاه کنید اگر ذرات کوارتز رو زیاد درون این شن دیدید یا سیلیکات هر کدومش ذرات سیلیکات یا کوارتز رو زیاد درون این شن ها دیدید یعنی این شن سیلیسیه و جای خوبی رو دارید جستجو می کنید. اما اگر از پوسته های صدف یا آهک یا هر سنگ گچی و این مدلی دیگه بود نه شن خوبی نیست و وقت تلف کردن این جور جستجوها خب شن ها تنها, سنگ، تنها موادی نیستند که بعد از ر... برخورد رد و بق زوب بشن و به یک نوع شیشه به اسم یک نوع شیشه طبیعی به اسم سنگ آزرخشی تبدیل بشن سنگ های آتش فشانی هم میتونن مثل سنگ بازالت سنگ آتش فشانی آندزیت سنگ آتش فشانی بازالت سنگ آتش فشانی ریولیت که به شدت مگنتیت داخلش کمه به آهن رو با نمیچسبه با اینکه که آتش فشانی هست و رنگ سفید و روشنی هم بیشتر مواقع داره هر نوع سنگ آتش فشانی که از سیلیس ساخته شده باشه که همه سنگ های آتش فشانی پر از سیلیسه پس خیال راحت اگر رعد و برق به این صخره ها و سنگ های آتش برخورد بکنه میتونه اونها رو ذوب کنه و به یک نوع شیشه طبیعی به اسم سنگ قیمتی آزرخش تبدیل کنه و حتی سنگ های گرانیت صخره های گرانیت هم چون اه اه پر از کوارتز هستند یعنی از سیلیس و کوارتز ساخته شدن بخش زیاد درصد زیادیشون برای همین اگر رعد و برق به سنگ ها و سخره ها و کوه های گرانیت برخورد کنه میتونه اونها رو تبدیل به سنگ آزرخشی سنگ قیمتی آزرخش بکنه خب حالا ما گفتیم که این کارا رو بکنید تا بتونید مکان خوبی رو مورد جستجو قرار بدید و ایشالله که چیزای خوبی هم کشف کنید اما این مکان بزرگه. مثلا یکی از رودخانه هایی که شنهاش از جنس سیلیس هست. چه داخل اون شنهای اون رودخونه؟ کوارتس ببینید. چه نبینید در هر صورت از جنس سیلیس هست و میتونه تبدیل به سنگ ملداوید پس از برخورد رد و برق بشه اسم اون رودخونه رودخونه 2000 و 3000 هست که طرف اگه اشتباه نکنم تونکابون شمال هست تون کابون او هست رودخونه های 2000 و 3000 هم اگر به شن های کنار رودخونه شن های خشک شن نباید خیس باشه باید خشک باشه یا سنگ های سیدیستار رو اون رودخونه رد برق برخورد کنه بله سنگ آزرخشی به وجود میاد حالا اگر بخواید تو کویر لوت یا سواحل به خصوصی رو که گفتم ذرات کوارتس رو باید داخلش ببینید تا مطمئن بشید رو بگردید باید بدونید که مثلا همین کویر لوت اندازه یک کشور کوچیک اروپایی هست و خیلی بزرگه ارزش نداره شما سالهای سال و ماها جستجو کنید دنبال سنگی که از الماس خیلی ارزون تره البته خیلی قیمتیه ولی از الماس خیلی ارزون تره یعنی ارزش زیادی داره اما نه به اندازه الماس ام ع... البته اگه مشتری داشته باشه هر قدم سنگ شما قیمتی باشه تا وقتی که مشتری نداشته باشه ارزشی نخواهد داشت این منطقه بزرگ مثل کویر لوت و بعضی از مناطق شنی که شنهای کوارتس و سیلیکات دار دارند. پس اگر بخواید اینجا رو جستجو کنید ارزش نداره. پس برید در گوگل سرچ کنید، جستجو کنید مناطقی از ایران که رعد و برق بیشتر از جاهای دیگه به اون برخورد میکنه. یعنی جمله مثل این رو در گوگل سرچ کنید تا بتونه جاهایی از ایران رو به شما معرفی کنه مثلا میگم وارد یک سایت میشید این مثلا سرچ میکنید که کجای ایران بیشتر رد و برق برخورد میکنه و وارد یک سایت میشید و اسم اون شهر یا روستا رو میبینید که مثلا فلان شهر یا فلان روستا رد و برق بیشتر به اون برخورد میکنه به کوه ها و زمین های اون بعد وارد گوگل مپ میشید مثلا روستای ایکس در ایران خیلی رد و برق بهش برخورد میکنه خب همون روستای ایکس رو در گوگل مپ یا جی پی اس میزنید و رو اون روستا رو بزرگ میکنید در تصویر موبایلتون اگر اون روستا کوها و زمینهاش از جنس شنهای سیلیسی بود یا سنگ گرانیت یا سنگهای آتش فشانی بود پس جای خوبی هست احتمالش هست که شما بعد چند روز یا چند, چند هفته جستجو به نتایج خوبی برسید و امیدوارم که سنگ قیمتی آزرخشیری رو در اونجاها پیدا کنید. پس اگر خواستید یک جستجویی در گوگل بکنید و مکانهایی در ایران که بیشتر رد و برق برخورد میکنن رو پیدا کنید البته این رو هم بگم که سنگ قیمتی آزرخش یا سنگ قیمتی رد و برقی این سنگ باز هم کمیابه چون حتی در مکانهاییم هم که رد و برق زیاد اتفاق میفته بیشتر این رد و برقها در آسمان هست و خیلی کم پیش میاد به زمین برخورد کنه یا به کوهها و شنها پس باید خیلی حوصله به خرج بدید و حسابی جستجو کنید خیلی ممنون که این ویدئو را تماشا کردید خدا نگهدار